I was angry and I was heartbroken. من بسیار خشمگین و دلشکسته شدم به خاطر که تصور این تصمیم که چه تأثیر بر زندگی دختران در سراسر افغانستان که آرزوی رفتن به مکتب را داشتند و از مکاتب بیرون انداخته شدند خیلی ناراحت کننده است. آنها میخواهند زندگی خود را تغییر دهند اما طالبان مانع آنها میشوند. این یک تصمیم ظالمانه در حق دختران افغان بود. افراد زیادی هستند که از طالبان میخواهند تخطی از حقوق دختران و زنان افغان را مورد غور و بررسی قرار دهند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در برابر تصمیم طالبان بر مسدود کردن مکاتب برای دختران نوجوان افغان اظهار تأسف کرده است. به نظر شما ایالات متحده اکنون چطور می تواند که به همچو اقدام طالبان پاسخ دهد؟ به طور لفظی شماری از افراد تصمیم طالبان به خاطر مسدود ماندن مکاتب برای دختران نوجوان افغان را تقبیح کردند. همچنان شماری از اعضای کانگرس و سیاسون از هر دو حزب نیز گفتند که ایالات متحده باید نظریات ما را در مورد به شکل جدی به ثبت برساند. قرار است به زودی کنفرانس کمک ها برای افغانستان برگزار شود. فکر می کنم این مسئله جز بحث های جدی آن خواهد بود. همان طور تحریم های بیشتر علیه طالبان پیشنهاد شده است تا آنها را هدف قرار دهد، اما به مردم افغانستان زیان نرساند و بیشتر بر سفر و کنترل سرمایه طالبان متمرکز خواهد بود. این یک تصمیم ناآگاهانه است. طالبان میگویند که آنها فرق کردند و آنها حکومت داری را میدانند، اما با همچو تصمیم از جانب این گروه نباید تعجب کرد که مغایر با آنچه هست که میگویند. ماه حمل زمان است که دختران و اطفال به مکتب می روند و اکنون فقط پسران به مکتب می روند و به دختران گفته شده است که بعد از صنف ششم دیگر مکتب نروند. باید طالبان این تصمیم را دوباره تحت غور قرار دهند و باید برای هر دختر در افغانستان تغییر بیاورند و بحث هایی که دختران تا صنف ششم درس بخوانند بی‌معنی است. تمام دختران افغان باید به آموزش دسترسی داشته باشند. باید اضافه کنم که طالبان میگویند این شرایط اسلامی است، اما این وضعیت در هیچ کشور اسلامی دیگر دیده نمی شود و آنها مفکوره بنیادگرایی اسلامی را دارند. همچنان اسلام زنان و مردان را تشویق می کند تا درس بخوانند، اما این تصمیم خلاف سنن اسلامی و افغانستان است. رینا امیری در پیام به صدای امریکا گفت که تصمیم طالبان اعتماد مردم افغان و جهان را بر رهبری این گروه بیشتر متزلزل ساخته است. به نظر شما زنان پیشتاز امریکایی همراه با زنان مدافع حقوق زنان افغان چطور می توانند که به طالبان در رسیدگی به حقوق زنان افغان واکنش نشان دهند؟ فکر می کنم قسمی که گفتین رینا امیری که اکنون از جانب ایالات متحده به عنوان نماینده برای زنان و دختران افغان تعیین شده است، او در تعهد خود گفته است که به این مسئله واقعا رسیدگی می کند. همین طور شماری از زنان در داخل افغانستان همراه با زنان مدافعین حقوق زنان که مجبور به ترک کشورشان شدند یک جا تلاش می کنند تا صدای خود را برای بهتر ساختن وضعیت زنان در رهبری طالبان به گوش آنها برسانند. مثلا در پانتون جورج تاون ما پروژه داریم که از زمان تخلیه بدین سو به پیش میبریم و اکنون آن را راه آینده زنان میدانیم که در آن زنان بتوانند صدای خود را شامل بسازند و در بحث ها با رسانه ها و اعضای کانگرس و سیاستمداران صحبت نمایند. آنها نه تنها در امریکا بلکه با جهان از این طریق وصل شدند. فکر می کنم که بسیار مهم است تا دیدگاه زنان افغان بخصوص در موقف حساس در افغانستان شنیده شود. البته که رینا امیری نماینده خاص وزارت خارجه در امور زنان و دختران افغان برای حمایت از زنان و دختران افغان سخت تلاش می کند.